خب سلام بچه ها خوش اومدید به یه بررسی آلبوم دیگه برای آلبوم بایپولار از ایمانمون یه آلبومی که تو هفته پیش منتشر شد و آخرین خروج، آخرین مجموعه خروجی از پایداره که توش بالاخره یه محصول مدون رو از ایمانمون دریافت میکنیم یکی از آرتیست های جوانتر پایدار مثلا جوانترین آرتیست پایدار فکر کنم جدا از پویان اردالان که نمیدونم عضو پایدار در حال حاضر یا نه و یکی از آرتیستایی که تونسته تو طول زمان خروجی با کیفیتی رو این ورانور بده بیرون کل آلبوم رو داراکی پرودوس کرده و تو آلبوم همکاریهایی رو با آزین، جیدال، ارفان، سامی بیگی و مدگل میبینیم اولا راجب این صحبت کنیم که سایکوناز که یکی از ترک بود که با موزیک ویدیو توی یه ماه اخیر اومد بیرون یکی از سینگل ترک های این آلبوم و ترک دوم این آلبومه آلبوم, آلبوم کوتاه ای و پنج تا ترک تشکیل شده و همین اول داستان باید بگم که این آلبوم یکی از منحصر به فرد ترین و تکرار نشدنی ترین محصولاتی که توی کل رپ فارسی من سراغ دارم و اون به خاطر کیفیت خفن ایمانمون نیست یا به خاطر موزیک های خفنی که اومده بیرون نیست صرفا به خاطر اینه که تو سال 2021 واقعا عجیبه که یک کاری اینقدر بیکیفیت و اینقدر بی سلیق و سوگلس بیاد بیرون داراکی MVP آلبومه صرفاً به خاطر اینکه یک جوری بیتهای بد و خجالت آوری توی این ای پی استفاده شده که اولین تجربه گوش دادنم به این آلبوم بیشتر خجالت بود که من داشتم شرم ساری دست دوم صرفا به ارث می بردم با گوش دادن این آلبوم به اینکه حال بکنم یا وایب بکنم یا هد بزنم و میگم یکی از عجیب غریب ترین چیزایی که من تا حالا توی رپ فارسی شنیدم یکی از میگم یه پروژه‌ایه که حد حتی... تا یا مخاطب کژوال اگه یه بار گوش بکنه با این موضوع مواجه میشه که من این کار رو این مجموعه رو حداقل به این صورت نباید بدم بیرون یه مجموعه که حتی اگه میگن که واسه سه سال پیش بوده و الان داره منتشر میشه و واسه همین یه مقدار آپدیتد و اینا حتی اگه سه سال پیش منتشر میشد حداقل ده سال از زمان خودش عقبتر بود و من واقعا نمیدونم دارا چجوری به عنوان یه پرودوسر توی فضای رپ فارسی شناخته شده و در چون قبولش دارن یه سری آدم خوجیاشو که توی این آلبوم گوش میکنید واقعا نمیدونم چجوری میتونید ازشون دفاع بکنید و به نظر من چیزی که بیشتر از همه داره به ایمانمون و کریرش صدمه میزنه همین همکاری هایی که با داراکی ای داره برای مثال خروجی ایمانمون وقتی روبیت های نینجا توی شتور مرگی میشنویم میبینیم که چقدر خروجیش تمیزتر میشه و چقدر چجوری گم خودش و مونش میگن هنری که ارائه میده ترتمیزتر میشه روی دراپ شکل و شمایل دار حداقل و توی این آلبوم از تونگاش اگه شروع بکنیم اون تم بایپولار بودن که احتمالا فکر میکنم ما درک نمیکنیم واسه اینکه نگاهمون سطحیه و آلبوم رو نمیفهمیم از اونجا شروع میشه اون بیت سویچی که توی ترک داریم داره به دو قطبی بودن ایمانمون توی آلبوم اشاره میکنه که تم کلی آلبوم اسم ترک اسم آلبوم هم بایپولار که همون دو قطبی میشه اگه اختلال دو قطبی نمیدونین چیه یه بیماری روانیه که توش فرد بیمار که اینجا ایمانمونه به طور سینوسی روی مودهای دپرسیو و مانیک افسردگی و مانیا رفت و برگشت میکنه آرت ورک آلبوم هم که ایمانمون رو یه بار میبینیم که داره داد میزنه که فکر کنم نمادی از افسردگی نمیدونم چه نمادی از افسردگی ولی یه داد میزنه و یه طرف داره میخنده قهقه میزنه رو میبینیم و تو این ترک توی تو نگاش هم میبینیم که با اون بیت سویچ اول اون تیکه دپرسیو ترک رو داریم و بعدش میریم سراغ تیکه مانیک ترک و تو ترک های دیگه با اینکه اینجوری فرمیک به کانسپت بایپولار بودن اشاره نمیشه اما توی ها یه جاهایی میبینیم که یه اشاره هایی به این تم کلی آلبوم میشه ولی در مجموع پنج که پشت سر هم قرار گرفتن هیچ نخی نیست که پنج رو به هم دیگه وصل بکنه و هیچ کدوم از این ترک ها از تو نگاش تا صبح زور شب تا از وقتی رفتی تا به شور ببره هویت خودشون رو ندارن هویت خاص خودشون رو ندارن و جیدال و عرفان هم توی این آلبوم دو تا از بدترین ورسایی که من ازشون شنیدم رو ارائه میدن و به هیچ وجه روی اون افتضاحی که اسم شما بیت میذاریم توی این ترکایی که توی این آلبوم وجود داره میگم انتظار خروجی خوب نمیتونیم داشته باشیم یکی از ضعیفترین ای پی هایی که تو کل رپ فارسی وجود داشته تا الان به نظر من و وقتی که در نظر میگیری که این ای پی تو سال 2022 هم منتشر شده همه چی بدتر و بدتر میشه همینجوری پروگرسیو و میگم واقعا قابل دفاع کردن نیست این پروژه من خیلی با بچه ها تو تویچ تو واد من هست که به این آلبوم گوش دادم و بهش ما هم دیگه بهش شن رفتیم ولی میگم میتونین ریاکشن لحظه من من خیلی امیدوار بودم به یه مجموعه یکی ای از ایمانمون بیاد بیرون اما میگم یکی از بدترین خروجی هاییه که توی رپ فارسی میتونی تصورش کنی حتی من به این ای پی مجموعاً از ده یک میدم و میگم بعید میدونم حالا حالا ها خروجی ضعیفتر از این توی فضای رپ فارسی بشنم این به طور کلی و کل اون تصویری که از ایمانمون من تو ذهنم درست کرده بودم و کل تصوری که از توانایی داشتمم داشتم با این ای پی متلاشی شد و پایدار رو به اتمام واقعا پایدار چیزی از برندش باقی نمونده کار بیکیفیت برندش لخته و بی نظم چیزیه که در نهایت صدمه میزنه و آهنگساز خوب نداشتن بیشتر از هر چیز دیگه ای داره برندشون رو رو به زوال میبره و الان دیگه چیزی واسه نجات دادن به نظر من باقی نمونده و میم احتمالا همین مسیر میگن کج و پیش میرن و لنگ آخر رو به یه مقصدی میرسونن اما بعید میدونم کار عجیب غریبی ازشون بشنویم تا ابد و این بود آلبوم بای پولار از ایمانمون با آرت آرش زریفیان سانجینگ حسین موسوی و پروداکشن داراکی و اینکه میبینمتون ساب کنید لایک کنید کامنت بذارید استنداره شنبه میاد ببینینش و استنداره رو ساب کنید توییچ من به طور خاص که توش به این آلبوم و موزیک های دیگه گوش میدم رو هم ساب کنید توییچ خیلی خوش میگذره من توییچ از این بیشتر خواهم بود و اینکه منتظر کارهای خفن باشید میبینمتون بگی چه آلبومی هم گوش کنم من خودم کنجکاوم دقیقا الان واسه سوال اینه که به چه آلبوم هایی باید گوش بکنم که فیدبک بهتری دریافت کنم واسم جذاب باشه آلبوم بهمن از آرش انورتو شنیدم چند بار بهم به گفتی دانلودش کردم احتمالا بشنم گوش بکنمش و کلا انورتو انقدر شما تعریف میکنین ازش هم برند عجیب غریبی شده جدا از اون اگه آرتیست جدیدی میشناسین که به نظرتون جذاب بود بشناسم مثل امیجی مثل مثلا چی مثل... بهتون بگم ارفام مثل فورتم بچه های اینجوری هم من معرفی کنید من خیلی دوست دارم کارشون رو بشنوم و اینکه اگه آرتیستید اسنیپت کارایی که منتشر نشده رو بفرستید اگه خوب بود من تو اسنر پلی بکنم میبینم تو